ما فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس همراه ما هستن. آقای پاشایی، افتتاح میخوام این سوال را از شما بپرسم که برنامه‌های حزب شما برای حمایت از مردم ایران چه هست در حال حاضر؟ با عرض سلام شما به همه بینندگانتون در سراسر جهان. خب می‌دونید که روز شنبه اعتراضات گسترده‌ای در ایران در جریان است و دعوت بسیاری از مجموعه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در و ما هم در طبیعتا از همه دوستان و طرفداران می‌خواستیم که به این اعتراضات بپیوندن. درست است که رژیم در تلاش است که به هر طریقی که میتونه مسیر این تظاهرات و اعتراضات رو تعقیب بده. دیدیم که چند روز پیش با حمله به اقلیم کردستان و در بهتا در حقیقت حمله هوایی تلاش کرد که مسیر اتفاقات ایران رو عوض کنه و من خیلی خوشحالم که سازمان‌های بسیار سیاسی کرد با درایت و به درایت بسیار زیاد این تلاش جمهوری اسلامی رو خونسا کردن و نپرداختن به اون بازی که اون میخواد ایجاد کنه و حقیقتا این باعث تأسف است برای همه برادران کرد ما مورد حمله قرار گرفتن. ولی حمایت ما در سطح جهانی از مبارزات مردم ایران با یک شدت بسیار بیشتری در جریان است. همونجوری خود من در خودم دقت می‌کردم بیش از 100 شهر در روز شنبه تظاهرات‌های بسیار گسترده و هماهنگی رو بر علیه جمهوری اسلامی در جریان است. در خود کالیفرنیا که من زندگی می‌کنم حداقل 8 تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ کالیفرنیا در جریان است در اون روز و من به حساب خبر کردن سناتورها اطلاع دادن به تمام کانگرسمن‌های هر کشور و هر شهری که ما در اون زندگی می‌کنیم یکی از برنامه‌هایی است که ما حتما باید هممون دنبال می‌کنیم و بکنیم. در همین خود در آمریکا در حال دفعه دو روز گذشته بیش از تعداد زیادی از سناتورها به کنگره و به کاخ سفید فشار آوردن که باید رابطه‌شون با ایران قطع کنه و این در حقیقت در خیزش‌های ایران و تلاشی که به حساب ایرانیان خارج کشور در خبررسانی به حساب مقامات بین‌المللی انجام میدن و من فکر کنم که این رایی که باید همین ما دنبال کنیم و به حساب پشتیبانی کنیم بچه های ایران رو و صداش رو به خارج برسونیم. این وظیفه همه ما در حاجتی رو بنده من. فکر میکنید که واقعا تاثیرگذار باشه این تظاهراتی که حالا در سراسر جهان قرار هست ایرانیان برگزار بکنن؟ چون واقعا بی سابقه هست، قبلا همچین چیزی رو ما ندیده بودیم. فراموش نکنید که در دنیای غرب برخلاف ایران مردم و نظام هم داره. کسانی که میخواهند در پست‌های مختلف دولتی در هر کشوری قرار بگیرند احتیاج به رأی مردم دارند و وقتی میبینند که در یک شهری 5,000-7,000 ایرانی میآیند و در حقیقت نظرشون رو بیان میکنند برای که حتی اگر خود اونها با اوضاع احوال ایران خیلی آشنا نباشند برای که بتونن رأی این 5,000-6,000 نفر در انتخابات بعدی برای خودشون جلب کنند توجه میکنند، میرن مطالعه میکنند، تحقیق میکنند و به در حقیقت پشتیبانی میکنند. بی تردید تلاش مردم گسترده مردم، حضور گسترده مردم در تظاهرات ها میتونه سیاست مداران هر کشور و هر شهری رو جلب کنه برای اینکه پشتیبانی کنن. از نظر ما میبینیم که بود در خود آمریکا یا اروپا بسیاری از سلبریتی ها، چهره های ترشحات هنری، چهره های سینمایی، چهره های ورزشی میبینن و پشتیبانی میکنن و در توییت‌هاشون، در نوشته‌هاشون، در پست‌هاشون از مردم ایران و زنان و دختران ایران پشتیبانی میکنن و من تردید ندارم که تلاش ایرانیان در خارج کشور میتونه مؤثر باشه برای فشار به خارج کشورهای خارجی.